بازی میخواد پاس بده. تو فوتبال ایران اول بازیکن توپو دریافت میکنه، بعد شروع میکنه به فکر کردن. تو فوتبال اروپا اول فکرش کرده که به کی پاس بده، اگر اونجا بسته شد سعی میکنه که با دریبل این مشکل حل کنه. دریبل گذاشتن برای مقطعی که به مشکل برمیخوره. ما اول توپو میگیریم، دریبل میکنیم تا بعدش که مثلا ببینیم که حالا چه اتفاق میفته. خب دیگه صحنه که بالا شد در موردش صحبت میکنیم آقای پارشزاده عزیز. خواهش. میریم به ورزشگاه آزادی، گزارش عادل فردوسی پور عزیز و بازی استقلال و شاهین بوشهر. من یه بار دیگه اگر محبت کنم به طور کامل اون تصاویری که در انتهای نیمه اول رخ داده نشون بدن، این از این زاویه خیلی نشون نمیده که توپ تو ول کرد، تو رها کرد یا بیرون، اما این تصویر نشون میده که فکر کنم داخل محوطه توپ رها کرد. لحظه رها کردن ببینیم، من فکر می‌کنم داخل محوطه رها کرد. به هر حال گلی بحث برانگیز برای تیم استقلال رقم خورد. ابوالفضلی کمک یک آقای صالحین تصمیم گرفت کار رو دنبال میکنه. بازیکن استقلال در میانه میدان توپ در اختیار دارند. تنهایی حسینی توپ ازش میگیره. مشتبه جباری دوباره آن دو تیموری توپ اثر میگذاره. تنهایی به دنبال توپ، خود آن دو تیموری ها. مهدی امیرآبادی، خطا برای میلاد میداودی انجام شده. تیموریان، فرهاد مجیدی برای مهدی امیرآبادی. تو فرستاده میشه روی دروازه، مقطع آرش برهانی، کنترل سینه قشنگ رو به بیرون، مشتبه جباری شدهشو میزنه و وعید طالبلو توپو در اختیار میگیره. الان یکم جمعیت هم بیشتر شده در ورزشگاه. اشکرم به یک بار امروز صبح اعلام شد که 25 دقیقه مسابقه زودتر شروع میشه، در شدی که خب به حال اوقات شرعی کاملا مشخص بوده از قبل و میشد خیلی راحت‌تر برنامه‌ریزی کرد که اینقدر دقیقه 90 مسابقه تاریخش و ساعتش تغییر نکنه. خود تماشاگر اصلا اینجا بلا تکلیف شدن، حتی همکاران ما می‌خواستن سر برنامه بیان، یکیشون دیر رسیدن، چون بعد دلیل نداره که هر روز و هر لحظه همه اخبار رو دنبال کنن. صبح مسابقه تاریخ و زمان مسابقه تغییر کردن اصلا نمیتونه جالب باشه. سومین بار هست که این اتفاق در این یکی دو هفته اخیر داره رخ میده. یه پاس در عمق انداخته میشه، اونجا رو به عقب برای وحید طالبلو. خوب کار کردن نیمه اول، غیر از اون توپی که به اونم نمیشه رو به اون شکل مقصر دونه، چون فکر کنم داخل محوطه توپ رها کرد، چون خط هم جزو محوطه جریمه هست. اکبرخواه، پتروویچ میبره به سمت راست. محسن حمیدی سانتش جالب نیست، دوباره خود حمیدی تو میاد به محوطه جریمه و مهدی رحمتی بازی رو آغاز میکنه. مشتبه جباری، پاس خوب برای فرهاد مجید، آفساید در کار نیست. خود فرهاد حرکت میکنه، میفرسته دوباره روی دروازه میداودی و تو بیکه از کنار دروازه میلاد میداودی به بیرون میزنه. بیات در میانه میدان، صحنه قبل رو دیدید، میثم منیعی به بازی خواهد اومد، بازیکنی که سابقه حضور تیم استقلال رو هم داره. در ابتدای فصل خیلی نزدیک عنوان میشد به مسئولین سابق باشگاه شاهین بوشهر، بعدش هم که اتفاقات معروف رخ داد همشون رفتند و فعلا آقای دادگر مدیر عامل این باشگاه است. میثم منی ببینید جای کدام بازیکن خواهد اومد. ایران نژاد زمین بازی رو تک میگه که وقتی که مصدوم شد دیگه نتونست به اون شکل بازی رو خوب دنبال کنه. ایران نژاد بازیکن سمت چپ تیم شاهین بوشهر از بازی بیرون میاد.
تو به سمت چپ بر روی دروازه فرستاده بشه. بین میسم منوی که انگیزه زیادی هم خواهد داشت، چه خواهد کرد؟ توپ روی دروازه فرستاده میشه و رحمتی راحت توپ رو در اختیار میگیره. برای آندرانیک تیموریان پرس میکنن همونجا، توپ ازش میگیرن گوشه زمین، پرتاب به تیم شاهین بوشهر. کار گره خود اون گوشه زمین، پتروویچ دوباره توپ میاد به میانه های میدان. پتروویچ، خود ایوان پتروویچ حرکت میکنه، توپ میفرسته روی دروازه برای تنهایی. کنترل سینه خوب از منصور تنهایی، مقطع بازیکن شاهین بوشهر، میبرن به سمت راست و نظر زده که به توپ نمیرسه. یه تعویض دیگه هم فیروز کریمی میخواد انجام بده، امیررضا سلیمانی میخواد به بازی بیاد. غلام حسین مظهری باش صحبت میکنه. فتایی میاد کنار زمین، فکر کنم رکورددار داور چهارمی بشه در رقابت های لیگ ما. فتایی در رقابت با سید علی، کارت سید علی چند بازی هست که قضاوت هم میکنه در رقابت این فصل. پژمان منتظری مشتبه جباری اشتباه میکنه، تو باشون میگم بازیکن شاهین بوشهر. منی هم خیلی راحت توپ مزد میخوام، عزیز محمدی توپ از دست میده. این سمت هم توپ از آرش برهانی میگیرد، حرکت از شکوری همینجور توپ جلو میبره. پژمان منتظری یه بازه خوبه در اون انداخته میشه، فرهاد مجیدی حرکت میکنه در نزدیک محوطه جریمه، این سمت میدان بودی حرکت میکنه و نقطه پنالتی. داور در یک قدمی صحنه است، نقطه پنالتی رو نشون میده. خطایی که برای فرهاد مجیدی انجام شد، شکوری خطا کرد. صحبت میکنه وحید طالبلو، تو بگید در وسط زمین عذر با هم نگاه میکنه، این حرکت در عرض هست. اینجا پاشو گیر انداخت فرهاد مجیدی و خطای پنالتی اعلام میشه. کلا مثل که شاهین بوشهر همیشه در ورزشگاه آزادی باید داوری ها شاکی باشه. مشتبه جباری پشت توپ قرار گرفته تا بتونه ششمین گل فصل خودش رو به ثمر برسونه. در تیم ملی هم در این روزها خیلی خوب گل زده. مشتبه جباری زمان رو بیزنه و خلاف جهت اگر طالبلو، گل دوم تیم استقلال رقم میخوره. استقلال دو شاهین بوشهر صفر. مشتبه جباری حساب کار رو دو بر صفر میکنه. ببینیم میتونه در رقابت های لیگ هتریک کنه در این مسابقه جباری یا خیر. طالبلو که همیشه خوب پنالتی میگرفت این بار فریب خورد. دو بر صفر نفع استقلال. ایوان پتروویچ یکر بازیکن شاهین بوشهر. یه صحنه مشکوک در نیمه اول روی محسن حمیدی اتفاق افتاد. یکر بازیکن استقلال فرهاد مجیدی یه پا دو پا میزنه، کار دنبال میشه و خطا. اعلام خطا به نفع تیم استقلال که حالا بازی رو کامل در دست گرفته. فیروز کریمی میخواد سومین تعویض خودش هم انجام بده. هنوز به دقیقه 60 نرسیدیم. این اساس که خطا برای فرهاد مجیدی انجام شد. سومین بازیکن تعویضی شاهین بوشهر مهدی نوری است.
فوتبال زاد انجام بشه. عزیز محمدی زمین بازی رو باید ترک کنه. میلاد میداوودی با شعار معروفی که براش ساختن پشت قرار گرفته حرکت میکنه، زبر هم میزنه، توپ سر یه نفر در بین راه برخورد کرد. پژمان منتظرم کم میاد این صحنه. زدم برای تیم شاهین بوشهر. میثم حسینی خیلی خوب پوشش لازم انجام میده، میبره برای زوج خودش. پژمان اومده پاس تکسر و خوب دوباره خود پژمان میگیرن بازیکن شاهین بوشهر. پتروویچ، محسن حمیدی، کیانوش رحمتی، آندرانیک تیموریان حرکت میکنه پشت محوطه، پاس عالی مهید طالبلو میگیره. اصلا تراس بازی کنه استقرار حرکتی را آغاز کردن اوت به نفع این تیم. تعویض حالا باید انجام بشه. حالا سه تعویض خوش انجام بده، مشکل به بازیکن شاهین به وجود بیاد، بعد بازیکن کمتر کار رو دنبال کنند. میلاد میداوودی یکی قشنگ از مشتبه جباری، چقدر خوب آماده است این مشتبه جباری. آرشه بوره تو سطح پش خیلی خوب بود، اما نفر دوم از راه میرسه و توپ رو میگیره. میثم حسینی، مهدی نوری در وسط زمین توپو میگیره. از سمت چپ میثم منی حرکتی را آغاز کرده. سلیمانی پشت محوطه جریمه، پتروویچ میفرسته به روی دروازه برای حمیدی. یه موقعیت عالی برای بازی کنه شاهین، ضربه تنهایی را مهدی رحمتی میگیره. یه بار دیگه اکبر بازیکن استقلال وحید طالبلو. لکچیرا نظر زده، تنهایی کنار رحمتی بود تا الان از آفساید بیرون میاد. لکچیرا نظر زده، پتروویچ در وسط زمین پاس تکسر میده به سلیمانی، نمیرسه. فرهاد مجیدی در محوطه جریمه و آن دو چه فضایی داره، توپ زیر پای فرهاد مجیدی گیر میکنه. خود مجیدی جباری میگه میگیره وحید طالبلو، پاس نداد اون صحنه اول و مجیدی به آن دو. محسن حمیدی این بار از سمت چپ بازی کنه. شاهین بوشهر، علی حمودی و حالا رافه در تیم استقلال در این دقایق. استقلال میتونه حتی گل بیشتری هم بزنه در این بازی. فرهاد مجیدی دوباره 4 در برابر 3 هستن. پاس برای آرش برهانی وارد محوطه میشه و توپو دور میکنه بازیکن شاهین بوشه. سری به افسوس تکون میده در کنار زمین پرویز مظلومی. فریدون زندی برای تیم استقلال به میدان خواهد اومد. این حرکت آرش برهانی است و لکچیرا که توپو دور کرد.
مشتبه جباری. کیانوش رحمتی میبره به سمت راست، آندرانیک تیموریان، مهدی امیرآبادی از این بازیکن عبور میکنه. خود مهدی امیرآبادی که خوبم بازی کرده در این مسابقه، زهبارو هم میزنه که توپش از بالای دروازه به بیرون میره. فیدون زندی به بازی خواهد اومد. آرش برهانی حرکت خوب انجام میده، خود آرش فقط بین همه عبور کنه، توپشو میگیرن بازیکن شاهین بوشهر. توپ پتروویچ در وسط زمین یه لحظه تیموریان میگیره، واسه اون موقعیت و توپو تالو با دستم میتونه بگیره، اما این بار دیگه اصلا از ترسش توپو با پا به جهیا میندازه. حنیف عمرانزاده رو ملاحظه میکنید در جمعه تازر در ورشگاه، قیافش هم صورتش رو شبیه حمزه زرینی کرده، فکرم خیلی والیبال دیده در این روزها، در شرطی که تیم ملی والیبال ما واقعا عالی کار کرده. امروز هم موفق شدن سه دو تیم لهستان رو برن، تیمی که از مهرهای جوون هم ولاسکو خیلی خوب استفاده میکنه. ای کاش مربیان فوتبالی ما جرأت استفاده از بازیکن جوون رو داشتند. گوشه زمین لبه خط سلیمانی حرکت خوبی رو آغاز میکنه، پاس کوتاه او پژمان منتظری خیلی خونسرد تنهایی رو از پیش رو برمیداره. یه بار دیگه در سمت چپ رو به بیرون فرهاد مجیدی برای تیموریان که تو به بیرون میکوبونه، تمیز باید انجام بشه. آندرانیک تیموریان زمین بازی رو ترک میکنه، بازیکن که اصلا قرار نبود بازی کنه، همه هم فکر میکردن محرومه آندرانیک تیموریان، اما به شکل بسیار عجیبی اعلام شد که این بازی محروم نیست. فریدون زندی به بازی میاد، استقلال اینقدر تیمش خوب هست که بدون احتیاج به این کارها و بدون استفاده از صحنه مشکوک داوری حریف خودش رو ببره. لبه خط حرکت از محسن حمیدی، پرتاب برای تیم شاهین بوشهر. پتروویچ سانت میکنه روی دروازه، تو از خط عبور کرده. تماشاگر استقلال هم دیگه بازی رو فکرم برد خودشون رو مطمئن میدونم، به تیمای دیگه کار دارن در این دقایق. از سمت چپ بازیکن شاهین بوشهر حرکتی رو آغاز کردند، نمایی از تماشاگر ناظر در ورزشگاه که دیگه میشه گفت تعدادشون چهار رقمی شده. پشما آتش جویی سمو پای چپ و توی دروازه نظرزاده حسابو کارو 2-1 میکنه، چه گل قشنگی هم زد، فکر کنم خورد وسط رو به یه نفر. 2-1 میشه، شاهین بوشهر بازی برمیگرده. بازیکن بوشهری تیم شاهین بوشهر اینجوری هوادار بوشهری رو در طبقه فکر کنم دوم ورزشگاه خوشحال میکنه.
تاثیر رسه بهتر نشون میده که یا توپ خورد به کسی یا خیلی قشنگ توپو ده عرض پیش برد. این ضربه رو زد چقدر خوب زد. توپ بدین شکل کات گرفت در گوشه دروازه قرار گرفت. 2-1 میشه حساب کار. محسن حمیدی، سلیمانی، مهدی نوری میبره به سمت راست. پتروویچ حرکتی را آغاز کرده. محسن حمیدی توپش برخورد میکنه بازیکن. فکر کنم یه بازیکن شاهین هم تو 18 خودش رو بندازه زمین، داور پتانسیل پنالتی گرفتن رو داره. یه دور نیمه اول رو محسن حمیدی نگرفت، یه صحنه مشکوک اینور پنالتی گرفت. ببینیم در ادامه چه خواهد که احمد صالحی تو به سمت چپ فرستاده میشه روی دروازه. پژمان منتظری آرش برهانی محسن حمیدی برای بیات میندازه توپا. سعید بیات مهدی نوری تعویض منطقه بازی به سمت چپ. سلیمانی برای میثم منی. فیروز کریمی کنار زمین شدیداً اعتراض میکنه. ایوان پتروویچ آن دو هم دیدید روی نیمکت ذخیره ها. ضربه مهدی رحمتی جالب میسم و توپو این سم محسن حمیدی به بیرون میزنه. تیم شاهین بوشهر فصل با حمید درخشان آغاز کردن دسته. فصل اخیر با سه تا حمید فصل شروع کرده، هیچ کنم حمیدان فصل به پایان نرسونده. حمید کلیلیفر در فصل اول که خیلی زود اخراج شد، حمید استیلی در فصل دوم و حالا حمید درخشان در این فصل که فیروز کریمی به جاش اومده. تنهایی خطا به نفع تیم شاهین بوشهر. محسن حمیدی بلافاصله پتروویچ رو صاحب توپ میکنه. میثم منی بالاخره توپ باش میخوره. میثم منی میبره به سمت چپ، سانت انجام میشه روی دروازه. کیانوش رحمتی یه لحظه رو توپ اصلا گذاشت پتروویچ، حالا زده برای تیم استقلال. میدا بودی میثم حسینی وقبتر برای مهدی رحمتی. آرش برهانی میبره به سمت راست، توپ خیلی جلو میندازه عمودی، اما به توپ میرسه علی حمودی، میفرسته برای فرهاد مجیدی، توپو نزد. خیلی وقت گل نزده فرهاد مجیدی. ببینید این مسابقه میتونه گل بزنه یا خیر. محسن حمیدی میداودی کنارش حرکت کرده. کیانوش رحمتی بازم در قطع ارتباط بازیکن خوب کار میکنه. فریدون زندی خطا به نفع تیم استقلال. مشتبه جباری با فرهاد مجیدی، حالا میلاد میداودی پشت محوطه جریمه زهبر رو میزنه و توپو طالبلو مشت میکنه. موقعت آرش برهانی و توپی که آرش به بیرون میزنه. شاید این آخرین ضربه آرش برهانی به توپ باشه در این مسابقه، چون اسماعیل شریفات رو دارن آماده میکنن در کنار زمین. این توپیست که شاید میتونست بهترم دور کنه وحید طالبلو. شریفات و کرار با هم به بازی میان.
مهدی نوری، بیات، محسن حمیدی. خط اعلام نشده. یه پاس از کیانوش رحمتی برای فرهاد مجیدی. طالبلو خوب از دروازه بیرون با سر توپو واگذار میکنه به شکوری. مهدی نوری، ارتباط رو میداودی قطع میکنه. آرش برهانی، زندی، پاس تکتاب بسیار خوبه سمت راست برای حمودی. سان میکنه حمودی روی دروازه و کورنر. میلاد میداودی یکی از بازیکنان است که باید زمین بازی رو ترک کنه. تعویض بعدی آرش برهانی است. دو مهاجم بیرون میاد. آرش برهانی بر نمیگرده این سمت رو نگاه کنه. حالا میبینه تابلو رو. سعی میکنم بازیکن ها آرومشان بکنن. آرش برهانی با جای خودش رو به اسماعیل شریفات بده. با کاظمیان رقابت داره در ناراحتی بعد از تعویض. اسماعیل شریفات به بازی میاد. تو فرستاده میشه روی دروازه. اونجا یه موقعیت و توپی که از مقابل دروازه به بیرون میره. این توپی که مشتبه جباری فرستاد روی دروازه، ضربه سر فرهاد مجید و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. بیات، حمیدی رو به عقب کار میکنه. پتروویچ برای محسن حمیدی میده توپو. روی توپ اثر میگذاره. اونجا رحمتی توپو در اختیار میگیره. بازی رو آقای مجید بصیرت رو هم ملاحظه میکنه. فکر آفتاب نباشه توی ورزشگاه آزادی. شاید هم خواسته به خاطر اون اتفاقی که واسه سپاهان رخ داد کسی نشناسه او رو. برشک کار دنبال میشه. پژمان منتظری فیدون زندی. 10 دقیقه من تا این دیدار زمان باقی مونده. توپ لو میره. شریفات توپ از دست داد. پتروویچ خطا به نفع استقلال. آره شما لازم میکنید روی نیمکت ذخیره ها. تکل بعد اونجا زده میشه. میداویدی هم اشاره میکنه که چرا دوباره کارت نمیده بازیکن به بازیکن حریف. فرش کار دنبال میشه. جاسم کرار در بازی عراق مقابل اردن ستاره تیمش بود بدون تردید. خیلی خوب بازی کرد. بچه عراق به محله بعدی صعود کنه. یه لحظه اشتباه. محسن حمیدی توپ اول رو میگیره. میثم حسینی، زندی،
کرار. میثم حسینی پژمان منتظری، جباری پاس تکسب سمت راست و خودش میدونست آفسایده، نمیرفت سمت توپ. حمودی مصونیت خسرو حیدری هم شاید اگه یه هفته صبر میکردن پزشکای استقلال تا کامل خوب بشه، سه هفته دیگه دوباره رو از دست نمیدادن. عجله کردن در فرستادن خسرو حیدری به زمین، دوباره از همون ناحیه مصونیتش تشدید هم شد. فرهاد مجیدی لکچیه را موفق تر از اوست، همینجوری توپ جلو میبره، اونجا برخورد و خطا به نفع شاهین بوشهر. پتروویچ، محسن حمیدی، پتروویچ برای مهدی نوری در وسط زمین میبره به سمت چپ. میثم منی، سلیمانی، حمودی خیلی خوب میاد تو بعدش میگیره. اسماعیل شریفات به این دو طرف عبور میکنه، خود شریفات و توپی که لو میده. حالا سه بازیکن استقلال موندن، شاهینی ها همه در وسط زمین جمع شدن. بیات، جلال خدمت عزیزان هموطنم که در خارج از کشور از طریق شبکه جهانی جام جهان برنامه گزارش ورشی بازی میبینن، عرض ادب و احترام داشته باشیم. ساعت 6:05 بعد از ظهر هست به وقت ایران. بازی 2-1 به نفع تیم استقلال هست. رو به بیرون یه موقعیت برای بازی کنه شاهین بوشهر کار گره خورده و خطا به نفع تیم استقلال گرفته میشه. بازی رو مهدی رحمتی باید آغاز کنه. اسماعیل شریفات رو به بیرون برای وعید طالبلو، توپ میفرسته به میانه های میدان، خطا به نفع شاهین بوشهر. فریدون زندی یکی قشنگ از جاسگره داره آوانتاج میده، توپ بعدی رو به بیرون میزنه. آوانتاج خوبی داد در این تصمیمات بحث برانگیز و حتی اشتباه کم نگرفت این مسابقه. احمد سالک این فصل یکی از بهترین داوره ما بوده، ولی فکر کنم روز خوبش نبود امروز. این صحنه آوانتاج خیلی خوبی داد، شریفات حرکت کرد و زبه رو به بیرون میزنه. ضربه وحید طالبلو، فریدون زندی فریدون زندی برشک توبو میرسونه به رحمتی. بازی افت کرده این دقایق، اشتباه بازیکن هر تیم زیاد هست. ایوان پتروویچ Thank you.
امیرآبادی. پژمان منتظری پاس در اون و آفساید. قهر کرده فکر کنم آرش برهانی با کسایی که اون سمتش نشستم. بازی رو دنبال میکنیم. سعید بیات داره به سمت راست. خود سعید بیات مواد به ارسال توپ داره. سانش انجام میده روی دروازه. چه موقعیت خوبی از دست دادن. دوباره بازیکن شاهین پتروویچ تو سر توپ میزنه. خود پتروویچ یه پاس عالی موقعیت بازیکن شاهین و ضربه که از بالای دروازه تنهایی به بیرون میزنه. خوب کار کرده این صحنه. حمله همه جانبه بازیکن شاهین بوشه. این ضربه سر تنهایی است. تو توپ بالای دروازه بیرون میره. بازی را مهدی رحمتی باید آغاز کنه. پرتاب در سمت راست حمودی انجام میده. سعید بیات پاسش جالب نیست. توپ میره برای پرویز مظلومی. مهدی امیرآبادی رو به عقب برای وحید طالبلو. سلیمانی منی به دنبال تو پژمان منتظری کیانوش رحمتی. رو به عقب مهدی امیرآبادی. کرار مثلا افت کرده این دقایق. خط هند اسماعیل شریفات گرفته میشه. استقلال در چارچوب رقابت جام حذفی با سایپا مهر کرج بازی در روز دوشنبه. شاهین ابو مسلم بازی داره. یک بازیکن شاهین بوشه. پتروویچ میبره به سمت راست. محسن حمیدی سانتو داره روی دروازه. اونجا ضربه سر رو حمودی میزنه. موقع به منصور تنهایی که توپو نتونست بزنه. پتروویچ مشتبه جباری برای کرار. توپو میندازه در آن برای فرهاد مجیدی. شکوری روی توپ اثر میگذاره. برخورد هم به وجود اومد. توپو به بیرون میزنند. این صحنه است که توپ دست شریفات خوردیم. اصلا نمیتونست هند باشه. هفته 15 جمعه هفته بعد شروع میشه. شاهین با سپاهان روز شنبه بازی داره در بوشهر. استقلال باید به تبریز بره با شهرداری تبریز بازی کنه. چهره فیروز کریمی رو ملاحظه میکنید. بازی رو باخته تا این لحظه که 85 دقیقه زمان بازی گذشته. محسن حمیدی جباری تک سر میندازه برای فرهاد مجیدی. مهدی نوری پتروویچ تو رو میفرسته برای تنهایی رو به بیرون برای محسن حمیدی.
توپش به امیرآبادی برخورد میکنه، دوباره حمیدی آلا ساب میکنه روی دروازه، یک ضربه سر و خیلی خوب گرفت توپو مهدی رحمتی، توپ از زیر تاق دروازه بیرون کشید مهدی رحمتی، ضربه سرش هم خیلی خوب زد تنهایی. مهاجم شش گله تیم شاهین بوشهر این ضربه سر عالی زد، خوبم گرفت توپو، توپ از سمت چپ برای دروازه فرستاده بشه. مهدی رحمتی خودش رو روی زمین انداخته، زمان زیاد باقی نمونده تا انتهای مسابقه، تعویضی هم دیگه نداره، محسن یوسفی هم این مسابقه ازش استفاده نشد. ایوان پتروویچ پشت تو قرار گرفته، سه تعویض خودش هم انجام دادیم. غلام حسین مظلومی رضایی پزشکی تیم استقلال رفته بالا سر مهدی رحمتی، الان خیلی دوست داره چه زودتر خسرو حیدری سالم بشه و از این مسائل نجات پیدا کنه. توپ روی دروازه فرستاده میشه فرهاد مجیدی، خود پتروویچ میاد خیلی خوب توپو میگیره، خطا کاملا مشخص بود، توپ از سمت چپ بر روی دروازه فرستاده بشه. توپ از سمت چپ بر روی دروازه فرستاده بشه. خوب بازی کرد شاهین بوشهر در این مسابقه، به لحاظ اخلاقی هم حالا هرچند تصمیم مشکوک بود اعتراض آنچنانی نکردم، به تصمیمات داور احترام گذاشتن. توپ روی دروازه فرستاده میشه به دهانه دروازه و گل دوم. لکچیرا حساب کار رو 2-2 مساوی میکنه. دو خارجی تاثیرگذارترین بازیکن تیم شاهین بوشهر بودن در این صحنه. استقلال بازی 2-0 برده، حالا 2-2 کرده. دو دو مساوی دقیقه 88 این دیدار. یه بازیکن استقلال هم افتاده روی زمین، با هم نگاه کنیم این لحظه است که زعبر زر از جلوی میثم حسینی توپو در دنیای دروازه قرار بده بدین شکل. نمیدونم بازی خطرناک هم بود یا نه، به هر حال توپو در دنیای دروازه قرار داد، میثم حسینی خیلی سرش رو آورد پایین. 2-2 مساوی. لکچیرا دومین گل فصل خودش رو میزنه، بازیکنی که مثل پتروویچ متولد یوگسلاوی سابق بوده. داربی دروازه‌بان‌ها رو نباخته فعلا وحید طالبلو. استرای قبلش 10 نفرم دقیقه باقی مانده رو بازی کنه، خب براش سخت خواهد بود کار. توپ ارسالی پتروویچ اینجا، ضربه لکچیرا که توپ و فک میثم حسینی رو با هم مورد هدف قرار داد و دروازه باز میشه. بیرون از زمین هم از فعلا 10 نفره استقلال کار رو دنبال میکنه. فکرش نمیکرد پرویز مظلومی که بازی رو اینجوری عوض کنیم. شادی هواداران بوشهری. زمان تلف شده مسابقه توسط های فتایی تا ثانیه های دیگر اعلام خواهد شد. فریدون زندی موقعیت برای بازیکن استقلال، از دهانه دروازه توپ دور میشه. 5 دقیقه زمان تلف شده این مسابقه است.
زده حمله برای شاهین بوشهر. در مرکز زمین فیضان زندی از راه میرسه، توپ از بیات میگیره. میثم حسینی میخواد با همین شکل به بازی ادامه ده. جاسم کرار واکنش هم نشون داد. فیروزی کریمی کنار دارین تکرام این لحظه ناکنه. اینجا یه زهور رو میخواست بزنه به صورت بازیکن برشه، کار دنبال میشه، خط اعلام نشده. تماشاگرا تشویق طعنه آمیزی رو انجام میدن، آن دو تیموریان رو تشویق میکنن که تعویض شد. تو بیل دروازه فرستاده میشه، ضربه سر شکوری، جاسم کرار، این همون آن دویست که تماشاگر تشویقش میکردن. شریفات، جاسم کرار، تو باز سمت راست بر روی دروازه فرستاده بشه. جاسم کرار توپو میفرسته روی دروازه، یک ضربه سر، توپی که آرام آرام حرکت میکنه گوشه زمین میگیره توپو میثم حسینی، رو به بیرون مشتبه جباری، سانت روی دروازه و توپی که دور میشه از منطقه خطر. کورنر برای تیم استقلال در 93 دقیقه بازی. تنهایی هم عقب برمیگه، جالبه دو بازیکن استقلال موندن اونجا، حالا یه نفر سلیمانی جدا میشه، توپ روی دروازه فرستاده میشه. پتروویچ پاس مهدی امیرآبادی هم ثمره ای نداره، طالبلو میره اونجا توپو میگیره، چند ثانیه رو هم تلف میکنه. استقلال اینقدر خوب نتیجه گرفته که تماشاگر روشو نمیشه به مربیا اعتراضی رو بکنند، آن دو تیموریان رو تشویق میکنن. استقلال ساعت نشینی خودش رو تداوم میبخشه با این یک امتیازی که میگیره، هرچند که سه امتیاز این تیم رو کاملا جدا میکرد. هنوز فرصت باقی مونده، 1:40. پژمان منتظری سانت بلند و روی دروازه مجیدی، اسماعیل شریفات، پژمان منتظری گوشه زمین، پرتاب برای تیم آبی پوش. یه بار دیگه تو فرستاده میشه روی دروازه که طالب رو به راحتی توپ رو در اختیار میگیره. میثم منی خطایی در کار نیست، پرتاب به تیم استقلال. کیانوش رحمتی، فرهاد مجیدی پشت محوطه جریمه، موقعیت بازیکن استقلال و توپی که توی دروازه قرار میگیره. 95 دقیقه مشتبه جباری هتریک میکنه، استقلال 3 شاهین بوشهر 2. بخت برای
خب در این لحظات که صدا قطع شده، ما با گزارش ثانیه‌های پایانی بازی استقلال و شاهین بوشهر در خدمتتون هستیم. هرچند که الان استقلالی‌ها لحظه شماری میکنن که هرچی زودتر این بازی تموم بشه. این بازی پر فراز و نشیب، استقلالی که 2-0 جلو بود بازی رو 2-2 کرد و شاهینه در واقع تونستن دو گل رو جبران بکنن و در این لحظه هم سوت پایان بازی، یک پیروزی ارزشمند، یک سمتیاز ارزشمند برای استقلال با هتریک مشتبه جباری که ستاره بازی بود و من فکر میکنم که به داد پرویز مظلومی رسید و الا با این تساوی هرچند استقلال دوباره صدرنشین میشد، ولی چه صدرنشینی که اصلا دلخواه هواداره استقلال نبود و اونها از عملکرد تیمشون شاید هم تعویضهایی که پرویز مظلومی انجام داد راضی نبودن، ضمن اینکه فیروزی کریم به نظر تعویضهای خوبی رو انجام داد. حالا اینکه گل ثانیه‌های پایانی، دقایق پایانی بر چه معیار و ملاکی به ثمر رسید و آیا استقلال شایسته برد بود یا خیر، تقریبا 7 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. صحنه‌های زیبای پایان بازی که برشک بازیکن‌های دو تیم در وسط میدان با هم دست میدن و نشون میدن که هرچی اتفاقی میفته در زمین مسابقه باید به پایان برسه و دوستی‌ها و رفاقت‌ها